بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله ارواحنا له فدا. شب مبارک جمعه و جوار معبد و مسجع شریف و ملکوتی حضرت سامر و جج در عرض اقدس مذهبی خداوند رو بسی شاکریم که چنین توفیقی رو به همه ما مرحمت فرمود. از خداوند می خواهیم امشب همه ما رو مورد لطف و رحمت ویژه خودش و حق حضرت علی ابن موسی رضا قرار بدهد. اموات ما مصابل حقوق اساتی علما مراجع شهدای عزیزمون امام راقلمون همشون رو با حضرت امام رضا محشور رو هم نشین بفرماید و جوان هامون رو از لغزش ها و انحرافات حفظ بفرماید و ما رو تا پایان عمر بر این درگاه ثابت قدم و نسل و ذریه مون تا روز قیامت از عاشقان و محبین این خاندان قرار بدهد انشاءالله. به پیشگاه حضرت علی ابن موسی رضا به جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلوات دیگری مرحمت بفرماید. محیطی که انسان در اون محیط زندگی میکنه اون محیط در روحیه انسان اثر میگذاره. خیلی از شما برادران خواهران به مکه و مدینه مشرف شدید. آدم تو مکه و مدینه که زندگی میکنه مسافر ظاهره، ظهر که میشه همه مثل کبوتر میرن مسجد الحرام، مسجد النبی، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح شما اول وقت با اون جماعت انبوه و با شکوه میخونه. تو مشهد هم که آدم هست بالاخره کنار حرم آقا امام رضا یه حال خوشی داره، یه حال معنوی داره، سعی میکنه حتی اقل نمازاشو اول وقت بیاد اینجا وقت ظهر تو بازارا ولو نباشه. دروغ اگه تو حرم اگه یه فشاری بهش آمد پرخاش نکنه، فریاد نکنه، با طرف دست به یقه نشه. دیدیم دیگه کنار ذریح امام رضا مردم باید سر و کول هم میرن بالا ولی هیچکی با هیچکی دعوا نمیکنه، دست به یقه نمیشه، خدا نکرده ناسزا و فحش نمیگه. اما تو شهر خودمون ظهر میشه اینجور نیست، همه اول ظهر برن مسجد برن نماز، اونجا برین ماشین تو پارک میکنی یه ماشین دیگه بیاد یه حضورتر از شما بره تو پارکین عصبانی میشین، فوش میده آقا من اینجا رو گرفته بودم. ولی اینجا نه، جا گرفتی نماز بخونی که دیگه آمد نشست ما میری عقبتر جا تو میدی بهش. محیط اثر میگذاره. دختر خانومی که تو شهر خودش با چادر رفت آمد میکنه، دانشجو میشه میره در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه نمیدونم کجا، کم کم میبینم اونجا مثل که اکثر دختر خانوما چادر سرشون نیست، با یه مانتو روسری میان، مانتو روسریشون هم کوتاست، تنگه، یعنی کم کم همون مدلی میشه. یکی میره خارج از کشور کم کم مثل روسریش هم برمیداره. محیط میگن تأثیر داره. جامعه شناسا میگن در محیط یک روح جمعی هست غیر از آدم ها، یه روح دیگری هم هست، یه فشار و اجبار دیگری هم هست که آدم رو میکشونه.
منظور من از این چند کلمه اینه که گاهی محیط قفلت، محیط دوری از خداست، محیط فراموشی خداست. میبینید تو جامعه یهو یه ماه همه سر و صداها، همه مجلسا، همه پچ‌پچ‌ها راجع به فوتباله. آقا بازی‌های جام جهانیه، امتحانای مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها بر اساس تاریخ فوتبال تنظیم میشه. آدم‌ها میشنن تا بوق سگ فوتبال ببینن. نماز صبح هم قضا شد. صبح هم آقای دانش آموز، خانم دانش آموز، دانشجو سر کلاس چرتش برد که استاد داره فیزیک درس میده، شیمی درس میده، ریاضی درس میده، تو دانشکده فنی مهندسی داره استاتیک میگه، داره انواع بارگذاری ها رو درس میده، تو دانشکده طب استاد داره فیزیولوژی و آناتومی درس میده، دانشجو چرتش میبره. چرا؟ چون دیشب تا ساعت ده شب نشسته بود داشت فوتبال میدید. گاهی تو یه مجلس شما میشینید 3 ساعت 4 ساعت راجب چی صحبت میکنن؟ راجب قیمت پراید و پیکان و پژو، راجب دکوراسیون مبل های منزل ها، راجب فلان جواهراتی که فلان خانم خریده به دست و سر و گردنش آویزون کرده و میرن تو عروسی ها جمع میشن زن و مرد، حالا یه شب دیگه آج آقا یه باقی اجاره میکنن، محرم و نامحرم قاطی میشن، یه ارکستر سمفونی هم میارن، مطربی و رقاصی هم را میندازن. تو بازار آقا میبینید اکثر دروغ میگن، کلاهبرداری میکنن، جنس خوب و بد و قاطی میکنن، به جای جنس فرد اعلی میفروشن. من دیروز یه جلسه تهران داشتم، مدیر عامل یکی از ادارجات مهم کشور میگفت من یک سربازی داشتم، یه آقای لیسانسیه بود، دوره سربازیشو میگذروند، بسیار جوان مؤدب فهمیده، میگفت بارها امتحانش کردم هرگز دروغ نمیگفت، نمازشم سعی میکرد اول وقت بخونه. یه جوان مثلا 20 و چند ساله میگه تو کوکش بودم، تو نخش بودم، ببینم اینا رو بازیگری میکنه یا نه راست راستی اصلا سیستمش همینقدر پاک و پاک دامنه. دیدم نه، اصلا این بچه سیستمش پاکیه، دقل با. چون دقل بازی معلوم میشه دیگه، مصنوعی شما کار کنی یه روزی مثل حباب میتره که معلوم میشه آب نبوده، حباب بوده. یه روز میگه به این آقا گفتم من میخوام پدرتو ببینم. گفت آقای مهندس چیکار داریم با پدر من؟ من خلافی کردم، میخواییم به پدر من شغلی بکنی؟ گفتم نه، دوست دارم پدرتو ببینم. گفت باش. منو برد دم یه نونوایی، گفت اینا این آقا شاطر پدر من. من اول میگه خیال کردم پدرش مثلا یه آدم تحصیل کرده، یه دانشگاهی حداقل فوق لیسانس داره، دکترا داره، نمیدونم پدر این جوان به این خوبی تحصیل کرده. دو تا برادر بودن، جفتشون گفت داشتن فوق لیسانس هم، یا یکیشون داشت میخوند یا داشتن هر دو تا فوق لیسانسشون هم گرفته بودن. رفتم سلام کردم، گفتم آقا شما پدر ایشونین؟ گفت بله. گفتم خیلی پسر خوبی تربیت کردین، باریک کردین، عجب جوانی، شما چیکار میکنین؟ چیکار کردین برای تربیت این بچه؟ گفت هیچی آقا، من صبح که میام در مغازه ساعت مثلا 3:30 شب، قدیمترها یادتونه دیگه نونواها بیچاره ها دستگاه خمیرگیری که نداشتن، با دست باید خمیر میگرفتن، 2:30 شب باید میمونن در مغازه. گفت شبم تو دست و بالم رو جمع کنم و مغازه رو آب و جارو کنیم و دخل و خرجمونو
با هم بالانس کنیم تا بریم خونه اینا خوابن. صبح می اومدن بچه ها خواب بودن، ولی نون حلال بردم خونه. با خدا عهد کردم که خدایا من بهت قول میدم حروم نخورم. گفت کامیون که برای ما آرد میاد، برای نون پختن آرد و دولت پای ما کیلویی 3.5 تومن حساب میکنه. حالا اون روز چند سال پیش بوده نمیدونم، 35 قرون. همونجا از کامیون خالی نشده کیلویی 120 تومن بازار آزاد میخرن، اما هیچکی هم متوجه نمیشه من میخوام بفروشم. خیلی از همکارای ما این کارو میکنن، ولی من تا گرم آخرشو همون 35 قرون که خریدم نون میکنم میدم دست مردم. تا حالا نیم کیلو آرد 35 قرونی نخریدم 120 تومانی بفروشم. نون حلال آوردم تو خونه. اگه بچه‌هام سالمن، اگه پاکن، اگه پاک دامنن، اگه نماز خونن، اگه دستشون کج نیست، فکر میکنم مال این پول حلالیست که من آوردم خونه و با خدا عهد کردم. منظورم رفقا اینه، گاهی محیط فاسدیه، بازار پر از گناهه، مجلسی که توش نشستیم پر از آلودگیه، جامعه میبینید یه جوری مردم میخوان سر هم کلا بذارن، یه جوری به هم دروغ بگن، تو اداره میبینی همینجور پشت هم اندازی و کلاهبرداری و کار مردم رو ران انداختن و دروغ گفتن به بالاتر و تو سری زدن به پایینتر، تملق رئیس و قلدری پیش مرعوس بابه، همگانیه. تو کشور ما کم و بیش به خصوص این سالها متاسفانه این حالت هست. حالا وظیفه من و شما ظاهر امام رضا این میگه آقا ما اومدیم امشب خدمت امام رضا، شب جمعه ایام ولادت حضرت، میخوایم بگیم یا امام رضا اگه محیط آلوده شد شما میدونه، یا امام رضا محیط اثر میذاره. اول گفتم شما مکه مدینه میری اول ظهر میری نماز، بخوای بری بازارم نمیتونی، چون ظهر بازار مکه مدینه اصلا تعطیله، کجا بخوای بری؟ اصلا بازار بسته است، میبرنت نماز، نخوای بری هم میکشوننت. تو محیطی که همه خانوما بی حجابن، تو بخوای با حجابم باشی سختته، نمیتونی، متلک میگن، با اشاره کنایه باید حرف میزنن، بهت امول و عقب افتاده و دهاتی خطاب میکنن. یکی از دوستان ما طلبه گفت میخوام برم ازدواج کنم، میگن آقا ما به طلبه زن نمیدیم، طلبه نون نداره بخوره خودش. بعدم الان مردم که با طلبه خوبه، شما آج آقا سر خیابون وایسا ببین یه تاکسی سوارت میکنه، یه کراوات هم بزن، صورت هم ستیقه بتراش، ببین اولین تاکسی وای میسه زیر پات. اولا که بی خود میگن آقا همراه من بیا، ببین کل مردم سوارم میکنن، پولم نمیگیرم بیچاره. حرفا چی؟ محیط اثر میذاره. ما تو محیط آلوده چیکار باید بکنیم؟ آدما رفقا تو محیط آلوده سه مدل میشن، خوب گوش کنیم. یک، بدتر از محیط میشن. بعضی از این خانواده های بیدین ایرانی وقتی میرن خارج از کشور دو پله بدتر از اونا میشن. اونجا خانوما بی حجابن، این دیگه مثل حیوان لخ میشه، گاو که لباس تنش نیست هست، فوقش پالونی روشه دیگه، که همیشه هم رو گاو که پالون نمیذارن. این زنه که میاد اونجا از اروپایی ها بدتر میشه. یاد که دوستان ما تو کانادا درس بخون، دکترها میگه گفت یه چند تا از جوان ها اومدن اینجا، گفتم که بچه ها این خانوم ها اینجا رو میبینین میان خیابون خیلی ساده میان، آرایش مارایش زیاد نمیکنن. فردا اگه تو خیابون رفتیم دیدیم یه خانومی 70 قلم آرایش کرده، بدون ایرانیه، شک نکن، چون خانومای اینجا اینقدر صافکاری نقاشی نمیرن.
گفت فردا صبح بچه خود آخه نمیشه که گوه رو میریم میبین. گفت صبح تو خیابون قدم میده تا اولین خانومی که همینجور افتاد قلم غرق آرایش بود تا رسید من یه سلام کردم به فارسی، گفت سلام حال شما خوبه صبح بخیر متشکرم مرسی. گفتم دیدی من که بالا نمیشناختم، یه مرز قیافه این از دکوراسیون این خانوم فهمیدم ایرانیه، چون اینجا یا اینقدی قروفر به خودشون نمیدن. این میاد اونجا بدتر میشه، میبینه بازار کلاوردارن، این از همه کلاوردارتر میشه. به جوونه میگه آقا یه سیگار نمیکشی؟ میگه نه من مادرم گفته. میگه ما رو بچه ننه تا من بچه ننم بده بینم دو تا میکشه، حالا همه یکی میکشن، این به خاطر اینکه کم نیاره دو تا میکشه، دو تا یه جا. آقا ماشینا 100 تا میرن، این میبینه مثلا تو این جاده باید حد اکثر سرعت 60 تاست، این حالا کورس میذاره به جای 100 تا 120 تا میره. این خانومی که تو این سریال افتاد مرد، خدا رحمت کنه، از سر تقصیرات ما با او در گذره، کاری ندارم. ولی یک خانم جوان کورس گذاشته تو ماشین با بقیه جوانای عشقی، خب نتیجهش اینه دیگه خانم. دیگه خانم پشت رول میشینه باید متینتر، محجوبتر، سنگینتر. اگه مردا یه خورده بیکلگی میکنن، خانوما باید با وقارتر و متینتر باشن دیگه. اینجور نیست مگه؟ تو حالا خواستی از پسرام جلو بزنی، خدا هم اونجا نفس رو گرفت، چون تو محیط بد که قرار گرفتی خواستی بدتر بشی. خدا هم که با کسی شوخی نداره، با کسی پسر خاله نی. چون حالا این خانم جوونن و حالا تازه دارن فیلم بازی میکنن و حالا تازه دارن معروف میشن و حالا پدرشون بی فرزند میشه، ننشون بی با این حرفا نمیم. خدا قانون داره، قانونش رو هر کی بشکنه میزنه تو سرش. قانون خدا چیه؟ یه توپ دارم قلقلیه، بچه ها شعر میخونم، سرخ و سفید و آبیه، بزنم زمین هوا میره. قانون خدا اینه، یعنی هر وقت خدا زده زمین بدون میخواد ببرتت هوا. حضرت یوسف رو ببین چقدر زد، هرچه محکمتر زده زمین نمیدونی تا کجا میره. ببین حضرت یوسف چنان زد زمین بردش زیر زمین، اما حضرت یوسف هیچ ناراحت نبود، میگفت خدا قرار ما رو ببره بالا، من میدونم یه روزی میرم اون بالا بالا. چنان رفت بالا، چنان رفت بالا که برادراش که شناختنش میخواستن نگاش کنن به بلندای یوسف و عظمت یوسف، میخواستن حالا نگاه بکنن توجه بکنن، کلاشو میافتاد. یوسف تویی؟ ما تو رو انداختیم تو چا؟ گفت نه شما شدین وسیله زمین زدن توپ دل من، نمیدونستین قراره برم هوا. تو چی کار کردی رفتی هوا؟ هیچی، من این توپو نداشتم، مشخامو خوب نوشتم. ای قربان این شاعر، چقدر قشنگ شعر گفته واقعا، عرفانی ترین شعر همینه. آقا تو مشق زندگی تو خوب بنویس، نترس، خدا نمیذاره اون پایین بمونی، میبرتت هوا، میبرتت اون بالا بالا. امام راحل ما خدا زدش زمین، 15 سال قربت کشید تو این عراق پیش این جنایتکارا، آوردن ترکیه تبعیدش. تو ترکیه که امام آوردن ابا عمامش هم کندن، عکسای امام تو ترکیه ببینید، گفتن آقا ترکیه کشور لایقه، حق نداره کسی با یک کسوت و لباسی که نشانگر یه دین خاصیه وارد بشه. لباسات ابا عماد رو در خلع لباس کردن میشه، امام آوردن ترکیه تو شهر بورسا عکساش هست. دوباره تبعیدش کردن یه جای دیگه، گفتن آقا هیچ کشوری به شما ویزا نمیده، هیچ جا نه، کشور خودمون اونجا که بیرونتون کردن. عراق که من سالها درس خوندم، گفت عراق هم دیگه راتون نمیدن. خب میریم فرانسه، اینا که میگن کشور آزاده، گفتن نه اونجا هم راتون نمیدن. و چیکار کنیم؟ گفتن همون هیچ، یه کشتی کرایه میکنیم میریم رو آبا زندگی میکنیم، آبها که مال مردم نی، رو دریا زندگی کردن که ویزا نمیخواد. گفتن نه، گفت باش میر دریا مال خدا، اتفاقا بهتره میریم خونه خدا. الان من برای دختر خانوما اونور صحبت میکردم، گفتم مثلا یکی میاد حرم امام رضا، میاد بره میونه کفششو بردن، دو جور آدما تفسیر میکنن. یه جور میگه امام رضا دست شما درد نکنه، ما اومدیم زیارت شما، شما حواست نیست کفش ما رو میبرم، میگه امام رضا باید نعوذ بالله کفشدار امام باشه، عقلتو میخواست جمع کنی تو بس معلوم. بعدم بی ادبی هم باشه یا امام رضا،
دیگه ما رو این ورا نمیبینی، برو بینم اصلا کی کفش ما رو برده؟ خود امام رضا میخواست بینی تو بازم میای یا برای امام رضا به اندازه اون کفش ارزش قائلی؟ خوبه کفش داری یا ناصری کفش های ما رو میگیرن خیال ما راحت، با یه خیال راحتی میایم زیارت، والله کفشمون اگه یک جای ناآرامی بذاریم تو زیارت نامه یهو ذهنمون میره پیش یه جفت کفش. امام رضا میگه زیارت جناب عالی روز قیامت یه جفت کفش بد میدن، چون تو زیارت دلت پیش کفشت بود. بفرما اینم هدیه شما، یه جفت کفش لوکس باکس زده روز قیامت بابت هر زیارتی به بنده و جناب عالی میدن. اما یکی قشنگ میگه یا امام رضا دست شما در کفش ما رو بردن، خودت بردی. رفقا میخواستم برم بازار بگردن، کفش باعث شد من نیم ساعت دیگه پیشت موندم. اصلا تو کفش منو یه کاری کردم ببرن که منو بیشتر نگهداری، دوست هم داشتی. یوسف اینجوری از خدا تشکر میکنه. برادرها گفتن ما رو ببخش، گفت نداد من هم وقتو شما رو بخشیدم، اصلا شما باعث شدی من اینقدر رفتم بالا. مشقامو خوب نوشتم. شما مشق زندگی تو بازاری، کارمندی، خانم خانداری، دختر دانش آموزی، آقا پسر دانشجویی، دختر خانم، هر کی، هر بنده طلبه هم، شما معلمی، اون آقا وزیر، وکیل، رئیس، هر کدوم یه مشق زندگی داریم دیگه. اون آقا کشاورزه، آقا تو رو به از دباس برنج میخوای بفروشی، گندم میخوای بفروشی، قاطیش نکن دیگه. من که برنج شناس نیستم. توی برنج درجه سه، چون بعضی برنج ها درجه سه ولی قدش خیلی بلند و کشیده و خوشگله، یه برنج درجه یکه ولی خیلی کوتوله و ظاهرش خیلی بیریخته. این هم یه فرمولیه که شما به قد و قامت آدم ها نمره نده. یه آدم میبینی بیچاره سیاه‌سوخته، پیر، خیلی ضعیف، ناتوان، ولی میبینی این ولی یه خداست، دوست خداست. یه آدم هم خیلی شق و رق و کشیده و خیلی خوش عطر و خوش ادکلون و خوش تیپ و خوش کلام و، ولی این هیچ، دشمن خداست. به قیافه آدم ها مثل این برنج، به قیافه آدم ها وقت تو اینا رو قاطی میکنی، من هم که نمیدونم، خیال میکنم برنج خوبه اینه. تو این کارو نکن، تو مشق زندگی تو خوب بنویس. یک گروه اینجوری هن. تو محیط بد قرار بگیرن بدتر میشن اینا که هیچ. گروه دوم اونایی که تو محیط بد قرار، مثل همونا میشن. ببین آقا اینجا همه سیگار میکشن، هم سیگاری میشن. اینجا همه پشت هم اندازی میکنن، اینم پشت هم اندازی. اینجا همه به هم دروغ میگن، اینم دروغ میگن. اینجا خانم ها همه بی حجابن، اینم بی حجاب میشن. اکثر ما آدم ها اینجوری هستیم. مکه میریم اول ظهر میریم نماز، برگشتیم ایران نمازمون میشه ساعت 6 بعد از ظهر. مدینه میریم اول اذان صبح بلند میشیم نماز رو میخونیم، برگشتیم تو شهر خودمون نه خیلی وقتا نماز صبح اونم قضا میشه. خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جام. اما یه گروه سومی هم هستن، حضرت زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد. مادر بزرگوار امام رضا یه دعا داره، یه دعا داره، میگه اللهم، به خدا میگه اللهم اجعل قفلت الناس لنا ذکرا. چقدر این دعا قشنگه. میگه خدایا تو اون جامعه ای که مردم از تو غافلن، به یاد تو نیستن، با تو قهرن، یه ماه میگذره همه از فوتبال صحبت میکنن، همه از فلان سریال تلویزیونی صحبت میکنن، از فلان جنس بنجول حرف میزنن. اینا قفلت دیگه. چون من یه جا یه بار حداقل یه بار گفتم، ده بار تا حالا گفتم، تو تلویزیون هم یه بار گفتم، آقای جوونی که تو تمام فوتبالا رو دیدی، تمام فوتبالا رو دیدی، من با فوتبال بد نیستم، آم با فوتبال دیدن بدم، با فوتبال بازی کردن خیلی خوبم. همه بشیم فوتبالیست خیلی خوبه، چون ورزشه دیگه، ورزش میکنیم سالم و سرحال میشیم. اما من بشینم که اون گل بزنه، من اینجا بپرم هوا،
خدا میگه تو خیلی شلی، خیلی خلی. چرا؟ به خاطر اینکه یک توپی به پای یکی دیگه میخوره من میپرم هوا. یه کاه هم اینقدر شل نی، یه کاه، یه پره کاه بخواد بپره هوا باید پیش شما باشه، شما یه فوت بکنیم بره هوا. تو تلویزیون یکی فوت کنه پره کاه، این برای تلویزیون تکون نمیخوره که سر جاش. تو از کاه کمتری، اون میپره یه گل میزنه، تو اینجا میپری هوا، تو اینجا قلبت میگیره، تو اینجا میخندی. خدا میگه خیلی شلی، من دلم میخواست تو خیلی محکم باشی، تو با خنده من حرکت کنی، با اخم من بایستی. بعدم به تو چی میدن؟ هیچی. برزیل و آرژانتین دو تا کشور صاحب نامن تو فوتبال. برید تو آمار کشورهای اقتصادی، بدهکارترین کشور دنیا همین دو تا کشورن. جوون من و شما رو سرگرم کنن، آبی زد، قرمز خورد، زرد زد، سرخ خورد، که فردا میری سر کلاس ذهنت سر گلای خورده و زده باشه، نتونی فیزیک یاد بگیری، نتونی انرژی اتمی اورانیوم غنی شده داشته باشی، نتونی به فکر اقتصاد کشورت باشی، به فکر گلای زده و خورده باشی. کنار استادیوم ورزشی سه نوع آمبولانس میذارن، یا آمبولانس زخمی ها رو میبره، تو ورزش باید زخمی بشن، یا آمبولانس هم مرده ها رو میبره، اون یکی زخمی ها رو میبره بیمارستان، اونم یه عده میمیرن میبره قبرستان، یا آمبولانس سوم هم هست آدم ها رو میبره تیمارستان. کیا رو؟ اونی که یک گلی زده یک گلی خورده، اینا میان میلیاردی به اقتصاد مملکت لطمه میزنن. از استادیوم تا بیاد خونش 2000 تا اتومبیل صندلیشو صندلی اتوبوسو پاره میکنه. آدم کم عقل تو اتوبوسو پاره میکنی، پولشو از خودت میگیرن، کی میگیرن؟ از جیب بابای شهردار که نمیگیرن که، از جیب رئیس قوه قضاییه و رئیس شهربانی که نمیگیرن، از جیب بابای تو میگیرن، از جیب تو میگیرن. عوارض میره بالا، مالیات زیاد میشه، پول آب و برق و گاز و تلفن میشه میره بالا. این پولا چیه میگیریم؟ میگه صندلیایی که پاره کردیم بعد دوباره اتوبوس بخریم بزنیم. تو رو باید ببرن کجا؟ تیمارستان. چی باعث شده؟ فوتبال. اشتباه عرض میکنم آقا؟ اگه اشتباه عرض میکنم، یا آقای سخنرانی میکرد میگه اگه غلط عرض میکنم بگو صحیح میفرمایی. این قصه ماست. این میشه غافلین. نه تو دنیا به تو چیزی میدن، شما برو تمام فوتبالا رو ببین، بعد که میخوای بری دانشگاه زیر برگه کنکورت همه گزینه‌ها رو که زدی، ضمناً اون زیرم بنویس آقای رئیس سازمان سنجش، ضمناً من یک جوانی هستم که در 20 سال گذشته تمام فوتبال‌ها رو دیدم. رئیس سازمان سنجش میگه اینو ردش کن، این بنده خدا میگه که مشکل روانی هم داره این بیچاره. اینجوری نیست؟ ضمناً من یک دختر خانومی هستم که تمام مدل لباس‌ها رو ازش استفاده کردم، از انواع لاک ناخن‌ها مصرف کردم. آقای بنده یک خانومی هستم، یه آقای هستم که تمام سریال‌های تلویزیون رو ضمناً دیدم، می‌خواد یه خوردش هم اینجا براتون تعریف بکنم. یعنی بنده خدا دو تا نیم کرهش مثل که با هم وصل نیست. سیم برق رو دیدین آقا؟ سیم برق یکیش فاز یکیش نوله. این فاز و نول باید با هم متصل بشن، اتصال پیدا بکنن تا برق روشن بشه. اگه به جای اتصال اتصالی بکنن چی میشه آقا؟ آتش سوزی میشه، فیوز میپره. باریکلا بعضیا به جای اینکه اتصال پیدا کنن اتصالی پیدا میکنن. همین یه فقط فرقشه، چیز دیگه هم فرق نیست. این متأ یه خود فکر میخواد. حضرت زهرا سلام الله علیها به خدا عرض، خدایا اونجایی که مردم غافلن، اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا. چقدر این دعا قشنگه، از بس اینا با خدا اتصال داشتن. میگه اونجایی که تو جامعه همه غافلن، غفلت مردم رو ذکر ما قرار بده. من دیدم بعضی از دوستانی که
سالها خارج از کشور زندگی کردن، تو اروپا، تو آمریکا، میگفتن حاج آقا خدا میدونه ما 5 سال 6 سال تو آمریکا و اروپا زندگی کردیم، شب جمعه ای نمیشد ما دعای کمیل نخونیم، دعای کمیلمون اونجا قبل، ولی حالا اومدیم ایران دعای کمیلمون هم گاهی ماه به ماه نمیخونیم. تو جمع قافل ها ما بیشتر ذاکر بودیم. امروز یه چیزی دارن مدیریت استراتژیک میگن ملتی برنده است که تهدیدها رو تبدیل کنه به چی؟ به فرصت. ملتی که دیگران اون رو تهدید میکنن از تهدید حسنه، مثل خود ابا عبدالله، مثل خود امام رضا. امام رضا میخواست مأمون تهدیدش کنه ولی تبدیلش کرد به فرصت. ببین مثل خورشید داره میدرش. امام حسین و یزید تهدیدش کرد، کاری کرد که تا قیامت نام حسین میدرخش، یزید دفن شده، اما حسین، اگه حسین شهید نشده بود اون همه گرفتاری رو تحمل نکرده بود، امروز مثل خورشید نمیدرخش. الان من به شما بگم، من پارسال ماه سفر دعوت بودم 2 دهه به امریکا، 1 دهه تو لس آنجلس، 1 دهه تو واشنگتن. برای من جلسه گذاشته بودن، یکی از دوستان که دهه اول رفته بود امریکا، ما با هم رفتیم ویزا بگیریم از یکی از این کشورها از سفارت امریکا، ایشون دهه اول محرم رفت، من دهه آخر سفر قرار بود برم، یه مشکلی پیش اومد نرفتم. البته وقتی ایشون برگشت من تلفنی صحبت کردم که حاج آقا آمریکا واقعا کسی میاد برای روزه امام حسین؟ ما میگیم روزه بخونیم دیگه، ما که نمیخوام بریم اونجا موسیقی پاپ بزنیم، اونجا الحمدلله آقای مایکل جکسون هست دیگه، نیاز به ما نیست. گفت حاج آقا خدا میدونه 2-3 هزار اتومبیل پارک میشد اطراف جلسه‌ای که ما اونجا جلسه داشتیم. که من یه جایی به شوخی گفت، بعد گفت این پلیس داخلی امریکا FBI اومده بود وحشت کرده بود که چه خبره اینجا، شما چه پارتی گرفتین؟ گفتیم ویجه چه پارتی گرفتیم؟ ابوالفضل پارتی، امام حسین پارتی. امام حسین الان مثل خورشید داره میدرخشه تو آمریکا، درخشش الان گاهی بیشتر از ایرانه، بیشتر از کشورهای شیعه است. الان 2 سال تو پارک منهتن آمریکا برای امام حسین عزاداری میکنن. من همین دهه دعوتم به اروپا، دهه محرمی که داره میاد، 2-3 به کشور دعوت کردم. پس معلومه امام حسین الان اونجا خیلی دبدبه کبکبه داره. پس امام حسین زنده است، از همه زنده ها زنده تره. زنده کدام از بر هوشیار، آن که دهد جان به سر کوی یار. اون زنده است، بقیه مردن. ما تا مرده دو جور داریم، یه سری مرده ها رو میبنن بهشت رضا، یه سری مرده تو خیابون را میرن. قرآن میگه دیگه، اصلا در فرهنگ قرآن مرده و زنده فرقش بین این نیست که یکی بی حرکته یکی با حرکته. مرده و زنده، چشم دار و نابینا، کور، شنوا و کر، این نیست که یکی صدای موسیقی رو بشنوه یکی نشنوه سمعک بذاره. قرآن میگه اونی که حق رو میشنوه این بیناست، اونی که حق رو میبینه این بینا و شنواست، اونی که صدای حق رو نمیشنوه این کر و کوره، مرده است. به پیامبر میگه انکه لا تسمع الموتا، پیغمبر من با اینا حرف نزن، اینا مردن، تو به اینا که نمیتونی چیزی بفهمونی، که با مرده که نمیشه حرف زد. دیدی مرده رو میندازن تو قبر، بعد اونجا میگن دوششو تکون بده، بگو اسمع افهم یا فلان ابن فلان، بشنو بفهم. بعضی ها رو که ما میریم قبرشون میگم آقا خاک بریز بریم، تو رو خدا حال نداری، یادم زنده بود چیزی نمیفهمید، حالا مردهش میخواد بفهمه. این 70 سال زنده بود، هرچی بهش میگفت آقا نماز اینجوریه، روزه اینجوریه، پاکی اینجوریه، این با داداشش 70 سال قهر بود سر 10 سانتی‌متر زمین. این حالا مردش میخواد بفهمه؟ بریز بریم، البته خدا میفهمونتش اینجا. خدا میاره سر چاله جهنم میگه هاذه جهنم التی کنتم بها تکذبون، این همون جهنمی بود که میگفتی دروغ این حرفا. خانمی همون جهنمی که خودتو 7 قلم آرایش میکردی میوردی بیرون،
دل 100 تا مرد رو میسوزوندی، 100 تا جوون رو به فضاحت میکشوندی که میخواستی خوشگل و مامانی باشی. چون 100 تا دل رو سوزوندی، حالا دلتو میسوزونیم. صبر کن. خدا میگه جهنمی ها چرا پوست کلفتن؟ خدا رو تو قرآن میگه و ما اصبرهم علی النار. این پوست لطیفه، چجوری یک چوب کبریت بذار خانم رو پوستت ببین تحمل میکنی؟ چرا با این سر و وضع میای؟ میگه تو خیلی پوست کلفتی معلومه، تو یه چوب کبریت تحمل چون جهنم میخوای تحمل کنی. میگه این مؤمنین خیلی نازک نارنجی ان. میگه آخ خدا والله ما میترسیم، ما تحمل نداریم، یه سوزن یه خار بره تو دستمون تحمل نداریم، آتیش که هیچ. اینایی که جهنمیان میگه خیلی پوست کلفتن، چجوری میخوای تحمل کنیم؟ میارزه بفرما، نمیارزه یه خورده حواسمون باشه. آدمای مؤمن کسی هن تو جامعه ای که همه ربا میخورن او به خدا نزدیک میشه، تو عروسی که همه دارن میرخصن او یهو بلند میشه میگه وقت نمازمونه باید بریم نماز. نگو محیط اثر میذاره، خدا هم البته هواتو داره، خدا هم هواتو داره. میگه تو محیط بد آدم خوبی شدی. یؤتهم مرتین، سوره قصص میگه دو تا اجر به تو میدم، یکی به خاطر اون صبری که کردی، به ما صبرو، چون خیلی ها اون شب بهت متلک گفتن، خیلی ها تو اون محله بهت چپ چپ نگاه کردن، تو تحمل کرد. چون تو مکه مدینه شما اول ظهر بری نماز هنری نکردی، بهت بگم آقا هیچ هنری نکردی، تو همه دارن میرن تو نری خجالت باید بکشی، همه دارن میرن نماز من و شما نریم خیلی خجالت میکشی. اما اینجا که سر ظهر اون داره میره نهار بخوره، اون داره میره تلویزیون ببینه، اون داره میره دراز بکشه، اون داره میره جوک بگه، تو میگی نه این وقت من مال ما با خدا قول و قرار گذاشیم، آقا ظهرا مال تو، اول مغرب مال تو، این وقت من به قول تجار پیش فروش شده، جنس رو میرن پیش پیش میفروشن، هیچ کی نباید که دست بزنه میگه آقا این جنس فروخته شده پولش هم گرفتیم. این خیلی مهمه. ما تو این جامعه 4 روز دیگه آقا انتخابات داریم، جامعه مال خودمونه، آدم بشناسیم آقا چهار آقا ول کن حکومت کی برای ما کار میکنه. یادتونه صدام چه بلایی سر ما داشت میورد، خدا چه بلایی سرش، مثل موش گرفتن انده، همونی که بهش خدمت کرده بود همون بیچارش کرد. ما تو کشور مشکلات داریم، بله داریم، همه مسئولین خوبن به فکر مردمن، نخیر قربان، خیلی از مسئولین به فکر جیبشون بودن، زمنان یادون باشه خیلی از این مسئولین هم ما رأی دادیم اومدن مسئول شدن، رئیس جمهور هم ما رأی میدیم رئیس جمهور میشه، وزرا هم به واسطه همه رو ما چشامونو وا کنیم نذاریم هر کس رئیس بشه. منتها یادمون باشه اگر ما حواسمون نباشه دشمن حواسش هست. بلایی که صدام جنایتکارای صدامی اووردن سر زنان و دختران تو بستان و سوسنگرد وقتی اون دوتا شهر رو گرفتن، یه عده اون روزا میخندیدن به ریش این جوانایی که میرفتن جبهه شهید میورد، میگن نه اینا که شهید که نیستن، که جمهوری اسلامی داره تبلیغ میکنه، میگه شهدا همونایی بودن که در بدر و احد شهید شدن، در رکاب پیغمبر، در رکاب امیرالمومنین. نه اولا که خود رسول خدا فرمود بعدن کسانی میان در یک انقلابهای شرکت میکنن قتلاهم شهید، این اولا. ثانیا اگه اینا نبودن که تو نمیتونستی راحت پیش زن و بچت باشی، همون بلا رو جنایتکارای صدامی سر زن و دختر تو هم میوردن. تو اگه تو مشهد و قم و اصفهان و تهران داری راست راست میچرخی به خاطر اون بدنهاییست که گلوله خورده و تکه تکه شده، تو به خاطر اونا داری الان کنار زن و بچه زندگی میکنی. الان اما باید آقا حواسمون باشه همه مسئولیم، کلکم را کلکم مسئول، پیغمبر فرمود. تو جامعه ای که یه عده غافلن زهرای مرضیه به خدا عرض میکنه،
خدایا ما رو تو اون جامعه ذاکر قرار بده، از غفلت مردم ما ذکر تو رو، مثل همون جمله معروف لقمان حکیم، لقمان را گفتن حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان. تا جای قدم استوار نکنند قدم بر نمی دارند. شما چند تا نابینا دیدی افتاده باشه تو جوب؟ اما چند تا آدم چشمدار دیدیم افتادن تو جوب؟ فکر کنم همه ما یه بار افتادیم تو جوب، حالا یا پیاده یا با دوچرخه یا با موتور یا با ماشین. خود بنده شخصا حضرت حجت الاسلام و المسلمین چشمم دارم، عینک هم ندارم، تا حالا الحمدلله دو سه بار افتادم تو جوب، ولی ندیدم یه نابینا تا حالا تو جوب بیفته. عصا داره آقا قشنگ جلوش رو بررسی میکنه و پاشو میذاره جلو. پس میتونیم تو جامعه ای که از شتر که دیگه نباید کمتر باشیم، شتر خار میخوره، خار تبدیل میشه به گوشت و شیر، از خار گوشت تولید میکنه، شیر تولید میکنه. ما میتونیم توی جامعه ای که مردم دروغ میگن ما ذکر خدا تولید کنیم. تو جامعه که فلان خانم بی حجابه شما خانم پاکی و نجابت تولید کنی. تو جامعه که مردم خدا رو فراموش کردن تو ذکر خدا تولید کنی. میشه، اینم دعاش، اینم نمونش، اینم مصداقش، اینم آیه قرآنش، اینم انگیزه. چون خدا میگه تو اون جامعه چون میدونم سخت تره، من دو تا اجر به تو میدم. تو مکه مدینه اول وقت بری نماز یه ثواب بهت میدم، اما تو زاهدان و تو سیستان بلوچستان و تو ساری و تو میبود و تو اصفهان و تو خمینی‌شهر و کجا و کجا، تو سرخس و تایباد دو تا ثواب بد میدم. یؤتهم اجرین، یؤتهم مرتین، دو تا ثواب میدم به ما صبرو، چون اینجا بیشتر زحمت کشیدی، من هوا تو دارم، نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. من میگه هوای شما رو دارم. یک سلام کوچولوی عرض کنیم به محضر امام رضا، این که میگم سلام کوچولو، چون ما کوچولویم دیگه، سلام کوچولو هم مثل خودش کوچولو، بزرگان هستن، سلامشون هم مثل خودشون بزرگ و بلند بالاست. منتها خوبی امام رضا اینه که سلام کوچولوها رو هم میبینه و میپذیره. آخه آدما معمولا با همقدای خودشون میپرن. مدیر کلا میخوان برن مجلس عروسی، مجلس عروسی آقازاده مدیر کل اون اداره میرن. مجلس عروسی آبدارچی اداره که نمیرن که. آبدارچی اداره هم بیچاره خجالت میکشه کارت دعوت بده. میگه ما که میدونیم آقای وزیر که به مجلس عروسی ما نمیاد. آقای مدیر کل که جنوب شهر نمیاد که. قبل از انقلاب یکی از مسئولین دانشگاه به من گفت، گفت رئیس یکی از این دانشگاه های تهران اومد وارد دانشگاه بشه، این دربون بیچاره دربون دم در سلام کرد به آقای رئیس. چه اتفاقی افتاده باشه خوبه، نه گرفت نه گذاشت، شطرق زد زیر گوش این بیچاره، یک سیلی محکم که تو فلان فلان شده به چرخی به من سلام کردی، برو به هم قدت سلام کن. خواهی به من سلام کنی فردا بگی بله من با آقای رئیس رفیقم. دنیا اینجوریه، فرمولش همینه. اما نازنینان فرمولشون این نیست، امام رضا فرمولش، به همین خاطر امام رضا شده دیگه، به همین خاطر اینجور عاشق سینه چاک داره، اینجور مردم گاهی نون ندارن بخورن، پولا رو جمع میکنن میگن ما یه سفر با امسال بریم زیارت آقا، نمیشه. توی این زمستونی، توی این سرما، برق، یخبندون، این همه خطر، ماشینشو برمیداره آقا از تبریز، از اردبیل، از نمیدونم ماکو، از اونور ایران، از خارج. ما یه سفر زیارت ابا عبدالله مشرف شدیم، یه دو سه ساعتی رفتیم کاظمین، یه خانواده، یه خانمی بود اونجا،
خانواده ها از ماشین پیاده شدن، بعضی از خانم ها بچه های کوچیک همراهشون بود. این خانم وقتی دید ما ایرانی هستیم، اومدیم زیارت، در خونش رو باز کردیم، خانم ها رو میبرد میآورد، بچه ها تر و خشک بشن، دستشویی برن، لباسشون رو عوض کنن، چه بکنن. بعد ظاهرا اهل سنت هم بود فکر میکنم، یادم نیست، حالا شاید هم شیعه بود. رئیس کاروان ما مشهدی بود، این فهمید، چشماش پر اشک بود، گفت میرین ایران زیارت امام رضا رفتیم، ما رو دعا کنید. خدا میدونه این رئیس کاروان ما یه دونه از این بسته های نبات و یه چند تا دونه نخودچه کشمش که به ذریح امام رضا متبرک شده همراهش بود. گفت حاج خانم صبر کن صبر کن. رفت اینو از توی ساکش اوورد، گفت این بسته تو حرم امام رضا متبرک شده، شما نمیدونید. این زن این بسته رو گرفت، آقا به چشماش میمالید، چجور عشق میریخ. امام رضا مثل بعضی ها نیست که فقط بزرگا رو ببینه. فکر بلبل، من این دو بیتو میخونم و که آماده دعا بشید. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. یا امام رضا به ما اینجور گفتند، دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. خواجه عالم شمایید که وقتی سفره مینداختید میفرمودید برید به این غلاما، به این برده ها، به این پایین شهری ها، به این باغبونا، خدمتکارا بگید بیان سر همین، حتی دلاک، حتی به این سلمونی گفتن آقا اینا خودشون قضا میفرمودن سر همین سفره که من نشستم، آقا من ولیعهدم، من اینجا تو کاخم، اینا ببینن که من به اینام توجه دارم، اینا رو هم دوستشون دارم. اگرچه ما خجالت میکشیم میایم حرم بگیم یا امام رضا به ما یه توجهی کن، دل ز کجا، این پروبال از کجا، ما که و تعظیم جلال از کجا. ولی میدونیم آقا خیلی آقاست، آقا خیلی بزرگه، خیلی بزرگواره. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. خدایا به حق این امام رضا امشب همه ما رو حاجت روا بفرما. حاجتمونم اینه، دو تا حاجت بزرگ داره. یک، خدایا به حق این امام رضا در فرج فرزندش مهدی تعجیل بفرما. خدایا ما غرق گناهیم، وضعمون خیلی خراب، ولی اینا خیلی آقان. سعید ابن عبدالله روز عاشورا جلو امام حسین وایساد که تیر بخوره به بدن او، به بدن امام حسین نخوره. السلام علیکم که گفت امام حسین، سعیدم افتاد، مثل که 13 تا تیر خورد. بعد سر سعید رو به زانو گرفت، لحظه آخر سعید چشماشو به سختی باز کردید، سرش رو زانوی امام حسین، یه جمله پرسید، هل وفیت لک یا ابا عبدالله؟ گفت آقا از من راضی هستید؟ من به وظیفم عمل کردم، فدای حسین بشین. حضرتم خوب پاسخش داد، فرمود نعم انت امامی فی الجنه. فرمود بله عزیزم، میخوایم بریم بهشت، تو زودتر از من میری، تو جلوتری، نه تو مقامت از من بالاتره با، تو جلوتری. به خدا اینا نمیذارن یک کار کوچولوی شما مخفی بمونه. داری میای یه ظاهری یه مشکلی داره، کفش یکی رو بر میداری بهش کمک میکنی. امام رضا میگه به خاطر اون کمکی به ظاهر من کردی، من اینجا گره زندگی تو با کردم. خدایا به حق این امام رضا گره های کور زندگیمون رو باز بفرما. یکی از گره ها و مشکلاتمون بچه هامونن، جوان هامونن، نوجوان هامونن، دختران و پسرانمونن. خدایا به جواد الائمه، به جوان نازنین امام رضا، جوانهامون رو از لغزش ها و انحرافات حفظ بفرما. خدایا ما رو، نسل ما رو، خانواده ها و خاندان ما رو تا قیامت از محبین، از عاشقین
خاندان مطهر پیامبر قرار بده. یه دعام داریم. تمام این دشمنان ما دندون تیز کردن، آمریکای جنایتکار، صهیونیسم خیانتکار و ستمگر و ستم پیشه، هر روز دارن برا ما اره تیز میکنن که ما ایران رو میزنیم، میکشیم، بمباران میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. هیچ رفقا بدون تعارف، هیچ راهی نداریم الا پاکی و پاک دامنی، وحدت و یکدلی و برادری. خدایا به حق این امام رضا وحدت، صلح، صفا، صمیمیت بین مردم و مسئولین رو زیاد بفرما. نقشه های شوم دشمنان این ملت رو نقشه بر آب بفرما. امشب همه ما رو از این درگاه پاک بیرون ببر. به پیشگاه امام رضا و جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلواتی نایم بفرما.